سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. گزارش از دیدگاه‌های متفاوت افغان‌ها در مورد چگونگی برگزاری و نتایج ممکن نشست ژنو در مورد آینده ای افغانستان. امیدواری واشنگتن از برگزاری مذاکرات صلح یمن و احتمال ختم جنگ در این کشور. و واکنش تند شماری از اعضای کنگره ایالات متحده در برابر موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در قبال عربستان سعودی پس از کشته شدن خبرنگار سعودی در ترکیه. سلام، سرزیو هستم. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 ماه نوامبر سال 2018 است و فراموش نکنید که برنامه کنونی در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان تاکنون هیچ تمایل به جدی بودن خود جهت ختم جنگ در افغانستان نشان ندادند. او میگوید که طالبان مسئول همه خشونت‌ها در افغانستان هستند. آقای عبدالله این مطلب را در مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانس پرس در واکنش به حمله مرگبار اخیر در مراسم بزرگداشت از مولود شریف در کابل بیان داشت. طالبان گاهی مسئولیت حملات را بر عهده می‌گیرند یا گاهی هم می‌گویند که کار داعش بوده است، اما مسئول طالبان هستند. مسئولیت را بر عهده بگیرند یا نه، طالبان باعث ایجاد این وضعیت شده و آنان مسئول تمام خشونت‌های به میان آمده هستند. آقای عبدالله تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید بر اساس زمان معین شده آن برگزار شود. او گفت که رسیدن با موافقه با طالبان آن هم قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اپریل سال آینده حیرت برانگیز خواهد بود. جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده در این اواخر تلاش ها را به خاطر ایجاد انرژی، امکانات، فعالیت ها و تعاملات بیشتر ساخته است. در این مورد به گونه پیش از وقت قضاوت نمی کنیم، اما باید بگوییم که بر اساس تجربه ما طالبان تاکنون هیچ تمایل جهت تعامل جدی و سهیم شدن در مذاکرات صلح و گفتگوها از خود نشان ندادند. با افزایش تلاش‌های بین‌المللی و ویژه ایالات متحده به خاطر تحقق روند مصالحه در افغانستان، شماری از آگاهان می‌گویند که مقامات افغان از این بابت نگرانند که ممکن مالکیت روند صلح از دست آنها خارج شود. اما ایالات متحده و متحدین این کشور بارها تاکید کرده‌اند که جامعه بین‌المللی در روند مصالحه افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را داشته و مالکیت و رهبری این روند به دست افغان‌ها خواهد بود. از سوی هم مقامات افغان میگویند برای شرکت در نشست ژنو آماده هستند و حکومت افغانستان به تمام تعهداتی که در نشست بروکسل کرده بود عمل کرده و امیدوار است که به این دلیل جامعه جهانی در نشست ژنو تعهداتش را به سمت افغانستان تجدید کند. اما شمار از اعضای نهادهای مدنی که قرار است در این نشست شرکت کنند میگویند که حتی نیمه از تعهداتی که حکومت افغانستان در نشست بروکسل انجام داده بود عملی نشده است. تعهدات نشست بروکسل روی میز نشست ژنو. جامعه جهانی در این نشست تعهدات حکومت افغانستان و همچنان تعهدات جامعه جهانی را بررسی می کند. اما حکومت افغانستان می گوید که آوردن اصلاحات در بخش های مالی، نهادهای عدلی و حکومتداری خوب از تعهدات نشست بروکسل بودند که از سوی حکومت عملی شدند. در این کانفرانس یکی از وظایف عمده ما همی است که با دوستان بین المللی خود ای را ما به بسیار وضاحت اطمینان می دهیم که حکومت افغانستان به مسابقه یک حکومت همکار، یک حکومت متحد در مبارزه با فساد و یک حکومت متحد به شفافدهی و حسابدهی است و از همکاری با حکومت افغانستان اینا در اصل با خود همکاری می کنند، در مبارزه با تروریسم همکاری می کنند. در نشست بروکسل هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی برای بهبود اوضاع امنیتی، اقتصادی و حکومتداری خوب در افغانستان در بیش از 200 شاخص تعهد کرده بودند. اما این تعهدات تا چه اندازه‌ای عملی شدند؟ جامعه مدنی زیاد
رضایت نداره از تعهداتی که حکومت داده در کنفرانس بروکسل. این اکثر تعهدات عملی نشده، به شکل حداقل 50% هم عملی نشده. شما بس انتخابات متوجه هستین که یک انتخابات جالب برگزار نشد. مسئله مبارزه علیه فساد، شما میبینید که حکومت ناکام است در این مسئله. اما اینجا از میان نهادهای مدنی که قرار است 10 تنشان در نشست ژنو شرکت کنند، میگویند که واقعیت‌ها را در پیوند به چگونگی عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد. تمام مشکلات اگر ما یک به یک اونجا مطرح کنیم، شاید وقتی کافی برز نداشته باشند. اما در این مشورهایی که ما انجام دادیم در 34 ولایت، زیاد سر موضوعاتی که تاکید کردند که باید اینجا مطرح شود در ژنو، یکی موضوع صلح و امنیت بود. عموم که باز ما تمرکز پدی د قانون په تطبیق باندې بی فعلا موږ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قانون لرو، یا قانون منع خشونت علی زنه، یا د شوزو ازار و ازیت قانون لرو، ولی دا قانون تر اوسه پورې هیڅ زه به ووایم چې هیڅ نه دی، تقریبا هیڅ نه دی تطبیق سوی. نشست ژنو قرار است که با حضور 80 کشور و 30 سازمان جهانی در 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به روز چهارشنبه در مورد مذاکرات صلح در میان احزاب در یمن گفت که احتمال می‌رود این مذاکرات در ماه دسامبر در سویدن صورت گیرد. آقای ماتیس از کوشش‌های مارتین گرافتس، نماینده ویژه ملل متحد برای کسب موافقه روسیه، جهت شرکت در این مذاکرات تحسین کرد. آقای گرافتس به روز چهارشنبه به یمن رسید و با مقامات یمنی ملاقات نموده است. انتظار می‌رود که او با رهبران گروه حوثی نیز ملاقات کند. سلطیک هوک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش دارد که همکارمان را دنبال کرده. جنگ در یمن ادامه دارد، ولی هر دو جانب موافقت کردند که با یکدیگر ملاقات کنند. ماتیس به خبرنگاران به روز چهارشنبه گفت که جنگ در خط مقدم جبهه در طول چند روز گذشته متحول نشده است، ولی نیروهای ائتلاف حملات بر موازی شورشیان را در حومه بندر الفدیده متوقف دادند. عربستان سعودی تهاجمات و عملیات‌ها را در اطراف الفدیده متوقف ساختند. جنگ هنوز جریان دارد، ولی من آن را به سطح تنزیل یافته تشریح می کنم. آقای ماتیس از کوشش های مارتین گرفتس، نماینده ویژه ملل متحد، نیز تمجید به عمل آورد. نماینده ویژه ملل متحد از زمان آغاز کارش خارق العاده بوده است و این نتیجه رهبری اوست، و می خواهم بگویم که مارتین گرفتس با این اداره رابطه نزدیک دارد. ما با او از نزدیک کار می کنیم و من کم از کم هفته یک یا دو بار چی رو در رو و چی از طریق تلفن با او صحبت می کنم. گرفتس به روز چهارشنبه به صنعا پایتخت یمن رسید تا با شورشیان حوثی به شمول عبدالمالک الحوثی رهبر آنها ملاقات کند. این سفر او یک روز بعد از گردهمایی حوثی ها و حامیانشان در صنعا برای تجلیل از مولود نبی و تبارز این که آنها شکست ناپذیرند صورت گرفت. ما این پیام را به دشمنان خود فرستادیم که هرچی پرخاشگری طویل تر گردد، حضور ما در مراکز و خط مقدم قوی تر و بزرگتر خواهد شد. با پرخاشگری شما و ادامه یافتن جنگ، شما مردم یمن را به یک جهت متحد می سازید و آن به سمت به چالش طلبیدن شماست. در طول 3 ساله جنگ یمن تا اکنون 10,000 تن کشته شدند و 3,000,000 تن از مناطقشان بیجا شدند. محاصره ها نیز باعث عدم تشریک مواد غذایی و قحطی در برخی از مناطق یمن شده است. ماتیس میگوید که عربستان و امارات متحده عربی برای اعزام یک محموله مواد غذایی که برای 10,000,000 یمنی برای 30 روز کافی خواهد بود آماده هستند. از سوی هم موضع گیری رئیس جمهور شامپ در مورد قضیه قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، انتقادات قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است. رئیس جمهور شامپ با وجود آنکه آگاهی ولیعهد عربستان سعودی را در قضیه خاشقچی رد نکرد، اما گفت که متحدانه در کنار ریاض باقی می‌ماند. قانونگذاران آمریکایی می‌گویند که واشنگتن نباید به خاطر منافع اقتصادی ارزش‌های اساسی خود را زیر پا کند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ما هستن. عزیز جان سلام بر شما. آیا باور قانونگذاران آمریکایی و یا هم به باورشان وضع تحریمات اقتصادی از جانب واشنگتن بر افراد مسنون یا متهم در قضیه خاشقچی کافی نیست؟ تشکر آقای ضیا. خوب، قانونگذاران آمریکایی وضع از این تحریمات را یک روش تنبیهی میخوانند و بر این نیز تاکید دارند که باید روابط بین واشنگتن و ریاض
وجود داشته باشه، لکن یک تعدادشان به مثل سناتور کورکر به این باور است که موضع‌گیری روز سه‌شنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ هیچ یک از این دو اصل را مشخص نمی‌سازد. در این حال باز تعداد از تحلیلگران به این باور هستند که اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترامپ در حقیقت یک اهانت در برابر ادارات استخباراتی ایالات متحده بود. اما حکومت واشنگتن باز تاکید دارد که در این مورد هم اقدامات مهم برداشته شده و هم تلاش های گسترده به خاطر دریافت حقایق در مورد قضیه خاشقجی صورت گرفته است. با وجود آنکه قضیه کشته شدن جمال خاشقجی این روزنامه‌نگار و باشنده ایالات متحده واکنش شدید جهان را علیه عربستان سعودی برانگیخت، اما این قضیه نتوانست که رئیس جمهور ترامپ را مجبور سازد تا پالیسی واشنگتن را در برابر ریاض تغییر دهد. دونالد ترامپ اخیراً در پاسخ به سوالات مرتبط به گزارش هایی که گویا به باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA خاشقجی به دستور ولیعهد عربستان سعودی کشته شده چنین گفته است: حقیقت این است که ممکن او دستور کشتن را داده باشد یا نداده باشد. ایران را ببینید که چه کرده است. آنان بازیگران بد بودند. به سوریه نگاه کنید که با موجودیت اسد چه می‌گذرد. صدها هزار نفر کشته شده است. ما با عربستان سعودی هستیم. ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود. اما این موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ انتقادات شدید قانونگذاران هر دو حزب کنگرس ایالات متحده را برانگیخته است. این یک وضعیت حساس است، به خصوص با داشتن یک متحد طولانی مدتی که ما برای سالها و دهها داشته ایم. اما در این حال ما یک ولیعهد داریم که به باور من دستور کشتن یک خبرنگار را داده است. لحنی را که در برابر آن به کار برده شد طوری بود که گویا آنان یک اعلامیه مطبوعاتی را برای عربستان سعودی می نوشتند، نه برای ایالات متحده. لینزی گراهام سناتور دیگر جمهوری خواه نیز در توییترش نگاشته است که کاملا درک میکنم که ما باید به نقش آفرینان بد و حالات ناقص به سطح جهانی رسیدگی کنیم، اما زمانی که اساسات معنوی خود را از دست بدهیم ما قوی ترین سرمایه خود را از دست میدهیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که همواره ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، اما به روز چهارشنبه در پاسخ به یک سوال گفت که عربستان سعودی روی موضوعات مهم حقوق بشر پیشرفت داشته است. قبل از این به روز سه‌شنبه نیز در پاسخ به این سوال که آیا پالیسی امریکا نخست به این معناست که حقوق بشر در آخر قرار خواهد داشت چنین گفت: سوال قبلی شما با صحبت در مورد این که ما چه کرده این به گونه خوب پاسخ داده شد. تلاش گسترده به خاطر دریافت حقیقت در مورد مرگ یعنی قتل جمال خاشقجی صورت گرفته است. با وجود این هم تعداد از تحلیلگران میگویند که رئیس جمهور ترامپ در مورد اولویت قرار دادن موضوعات حقوق بشر انتخابی برخورد میکند. ما میخواهیم که سعودی ها ایران را سرکوب کنند. ما میخواهیم که سعودی ها روند صلح اسرائیل و فلسطین را تسهیل بخشند. اما در این حال ما این حقیقت را نیز نادیده میگیریم که ولیعهد آن کشور دستور سرکوب شدید خبرنگاران و قتل خاشقجی را نیز داده است. گفته این تحلیلگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکی از مثالهای دیگر رهبران جهان است که با وجود دست داشتن حکومتش در ترور خبرنگاران، مخالفین سیاسی و جواسیس سابق به مراوده خود با ایالات متحده و کشورهای دیگر ادامه می دهد. خب در این حال فدریکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک دیدار با وزیر خارجه ترکیه تأکید داشت که افراد مسئول در قضیه خاشقجی باید پاسخگو قرار بگیرند و همچنان خواستار یک تحقیقات بی‌طرف و مستقل و همه جانبه شد. در این حال باز حکومت دنمارک اعلام کرد که پس از این صدور سلاح به عربستان سعودی صورت نخواهد گرفت. البته قبل از این حکومت جرمنی نیز یا حکومت آلمان نیز عین موضع‌گیری را اختیار کرده بود. آقای زیا، سپاس از شما. بخیر روز خوش. از سوی هم حکومت ایالات متحده آمریکا و سربازان آمریکایی که در سرحد بین آمریکا و مکزیکو مستقر شدند اجازه داد تا در شماره از فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون دخیل شده و در صورت ضرورت از قوای مهلک نیز استفاده کنند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز به خبرنگاران گفت که رهنمود برای چگونگی اجرایات سربازان اردو از سوی قصر سفید به پنتاگون رسیده و در آن نحوه تعامل اردو با مهاجرین سهل‌تر
نگاشته شده است. آقای ماتس ضمن رفع نگرانی ها تأکید کرد که سربازان مستقر در مرز مشترک این کشور و مکزیکو برای مدیریت ورود مهاجران غیر قانونی مسلح نخواهند بود و حتی مجوز برای توقیف طویل المدت افراد را ندارند. تدابیر امنیتی در مرز مشترک بین دو کشور در حال افزایش یافت که کاروان متشکل از حدود 3000 مهاجر از امریکای مرکزی به شهر تیهوانا در مکزیکو رسیدند. رئیس جمهور ترامپ تلاش این مهاجران برای ورود به امریکا را اقدام اشغالگرانه خوانده است. در این حال وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا به پناهجویانی که از آمریکای لاتین به شهر تیهوانا در سرحد با ایالات متحده رسیدند هشدار داد که اداره ترامپ درخواست‌های بیهوده پناهندگی افراد را رد خواهد کرد. همکارم جیلا نوری از اتاق مرکزی خبر با ماست و گزارش را در این مورد دنبال کردند. جیلا جان سلام بر شما. اظهارات تازه وزیر امنیت داخلی آمریکا چه تأثیری را بر کاروان پناهجویان خواهد داشت و واکنش‌ها به این اظهارات تاکنون چی بوده؟ با سلام خدمت شما سیا جان و خدمت بیننده عزیز. بعد از اینکه قاضی فدرال به طور موقتی اجازه ورود به پناهجویان داد و مانع عملی شدن قانون اداره ترامپ که از ورود پناهجویان در بندر ورودی آمریکا جلوگیری میکرد گردید، وزیر امنیت داخلی آمریکا اظهارات بیان کرده. سیلیا مندوزا اسد آمریکا از منطقه تیخوانا سرحد آمریکا با مکزیکو واکنش پناهجویان در گزارش آماده کرده و واکنش را به هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا آماده کرده که به توجه میرسند. هزاران پناهجوی آمریکای لاتین جزء کاروانی که به تیخوانا خود را رسانیدند در یک مکان ورزشی شهر بنیتو خوارز اقامت گزیدند. اولویت برای زنان و کودکان داده شده است. قبل از کاروان لومرس البرینخو با همسرش و فرزندانش از هندوراس به تیخوانا رسیده بودند و تا کنون انتظار درخواست پناهندگی سیاسی را دارند و شماره نوبتشان 1410 است. وقتی از آنها در مورد هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا که گفته است ادعای ناحق پناهندگی افراد قبول نمی شود، البرین خواه می گوید اظهارات او دلسرد کننده است. ادعاهای نادرست پناهندگی به این معنی است که از تقاضای قانونی افراد چشم پوشی صورت گیرد. باید واضح بگویم برای کاروان هیچ امتیاز خاص برای ورود به آمریکا داده نخواهد شد. اعضای کاروان باید بعد از کسانی که در بندر انتظار تعیین نمودن مراحل اقامت را دارند منتظر بمانند. اکثر اعضای کاروان در خیمه ها می خوابند و روز دو بار برای آنها غذا داده می شود. امنیت و سهولت دسترسی به تشنب ها برای آنها در شهر تیخوانا فراهم شده است. ما بر علاوه همه چیز امنیت را برقرار کرده ایم. ما افراد انتظامات را از اعضای این کاروان برای حفظ امنیت در این مکان بزرگ و پاک نگه داشتن آنجا تشکیل می دهیم. ما مصروف هستیم و روز در خدمت کسانی هستیم که اینجا آمده اند. حتی آنهایی که در شرایط دشوار زندگی میکنند و در انتظار به سر میبرند، اکثر آنها اطمینان دارند که اجازه ورود به ایالات متحده را دریافت خواهند کرد. بارها من احساس دلسردی کردم و خواستم برگردم به خاطر که من اینجا دیگر آمده نمیتوانم، اما خداوند مرا توان داده که اینجا بمانم. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده به نوبه خودش گفت تقاضای پناهندگی افراد را که فقط برای کار آمدن رد خواهد کرد. مقامات تیخوانا میگویند آنها از پناهجویانی که تازه میرسند همراه با آنهایی که ماها قبل رسیدند حمایت میکنند تا برای آنها فرصت ورود به آمریکا داده شود. ساوند بایت کلوزینگ ژیلا نوری تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن. ایگور کوروبوف رئیس اداره استخبارات مرکزی روسیه درگذشت. آقای کوروبوف 62 سال عمر داشت و به گفته مقامات روسی پس از یک دوره طویل مریضی دیروز در مسکو درگذشت است. اداره استخبارات مرکزی روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 2016 متهم است. ایالات متحده همچنان اداره استخبارات مرکزی روسیه را به طراحی حمله کیمیایی بر یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا متهم کرده است. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. تبعیض و استفاده از زنان من حیث یک آلی تبلیغاتی در هالیوود یک پدیده نو نیست. برخوردهای جنسی مردان دارای اقتدار در هالیوود بر نوعیت بیان قصه ها و روی پرده سینما نیز تأثیر گذار بوده است. پنیلو پالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده.
All right, cherie. The courtship is over. نسل‌ها پی هم با تماشای کاراکتر کارتونی پی پی لپیو بزرگ شدند. کاراکتری که همواره به تعقیب پشک به نام پینی لوپ بود. این کارتون برای بار اول در سال 1945 روی پرده تلویزیون به نمایش گذاشته شد که جالب و دیدنی بود. اما با گفته لیسا کوک، پروفسور انگلیسی در دانشگاه جورج میسن، حرکات ناخواسته کاراکتر پی پی لپیو ناخوشایند و بازتاب دهنده چگونگی ترسیم کاراکترهای زنان است. درست مثل نمایش پی پی لپیو، با زنان من حیث وسیله روابط جنسی، افراد ضعیف و وسیله آزار و اذیت جنسی برخورد صورت گرفته. در کارمند استودیوهای فیلم و ویدیوهای جی ام یو میگوید تبعیض جنسی و سوء استفاده های جنسی در نوشته ها و داستان های فیلم ها باعث آزار و اذیت جنسی زنان توسط فیلمسازان مرد و دیگر مردان با قدرت هالیوود در پشت پرده های فیلم برداری شده است. شما دیدید که چیگونه برتولیچی و مارلن براندو شیوه یا ترتیب را برای بازیکن زن در فیلم Last Tango in Paris در پیش گرفتند. آنها می دانستند که یک صحنه تجاوز جنسی است، اما خود اکترس نمی دانست. و یا در فیلم های آلفرد هیچکاک که او زنان را روحاً مورد سوء استفاده قرار می داد تا آنان را جبران به اجرای صحنه های مورد نیاز وادار سازد. جیوانو میگوید این فرهنگ نافذ تبعیض جنسی، ارعاب و حق السکوت باعث ایجاد پرودوسرهای مثل هاروی واینستون شد که ستاره های فیلم ها را مورد سوء استفاده های جنسی قرار میداد. او سازنده اسکار بود و تمام آن زنان هنرپیشه را نقش‌های بخشید که برنده جایزه اسکار شوند. فکر می‌کنم آنها به این باور بودند که زمانی که آن نقش را به عهده گیرند و موفق شوند، از آزار و اذیت در پرده سینما نجات می‌یابند. چه مسخره است برای اینکه به هدف خود برسند، با این شکارچی بدام افغان معامله کردند. پروفسور لیسا کوک میگوید سرانجام روایتی که در هالیوود عدم مساوات جنسی را تقویت میبخشید در حال تغییر است، زیرا علاقمندان سینما بیشتر و بیشتر مخصوصا جوانان از داستانهای کلیشه‌ای و پیامهای جنسی فاصله میگیرند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. دوستا در ایالات متحده نویسندگانی که خود یا والدینشان به شکل مهاجر به این کشور آمدند، تجارب خود را به شکل داستان و یا هم کمیک می نویسند و این باعث شده تا آگاهی امریکایی ها از فرهنگ های دیگر بلند رفته و تحمل پذیری در میان مردم بیشتر شود. تانیا ایمان از شهر سندیاگو در مورد دو نویسنده آسیایی گزارش تهیه کرده. در ایالات متحده علاقمندان کتاب‌های داستان و کامیک یا کتاب‌های تصویری شاهد کار نویسندگان از فرهنگ‌های بین‌المللی هستند که در نوشته‌های آنان سبک خاص انفرادی و زندگی بی‌نظیر آنها منعکس ساخته شده است. تی بوی که در کودکی از ویتنام به آمریکا مهاجر شده است، نویسنده کتاب بهترین کاری که می‌توانم است که در آن خاطرات او از سفرش به آمریکا را نگاشته است. داستان اصلی من است که در آن در مورد جنگ ویتنام و تاریخ جنون آمیز قرن 20 ویتنام و آسیا را در آن نوشتم و اینکه همه این رویدادها چطور بر خانواده من که به طور غیر قانونی با یک کشتی ویتنام را ترک کردن تاثیر گذاشت. بعد ما در مالزی بودیم که برادرم تولد شد و بالاخره در دهه 1970 به آمریکا مستقر شدیم. تی بوی 43 ساله از صدای یک زن مهاجر در آمریکا را منعکس ساخته است. او اکنون در نوشتن کتاب جدیدش در مورد موضوعات روز، مثلا در مورد مردمی که از آمریکا اخراج شدند، تمرکز نموده است. کتاب داستان گرافیک آینده او به نام هیچ جای زمین سال آینده به چاپ می‌رسد. وقتی در صنعت سرگرمی یا تفریح وارد شویم و بخواهیم کتاب‌های جالبی که خواننده زیادی داشته باشد بنویسیم، ما می توانیم در قسمت شناخت از تاریخ و سیاست و داستان‌های مردمی که قدرت ندارند کمک نماییم. پناهجویان بین کسانی هستند که قدرت زیادی ندارند و سایر افراد باید آنها را حمایت کنند و به خاطر آنها مبارزه کنند. به همین خاطر به نظر واقعا مهم است که افرادی که به حیث مهاجر آمدند باید و سایرین بگویند که شما می‌خواستید ما اینجا بیاییم و کار شماست که از ما حمایت کنید.
نویسنده کتاب کامیک جن سندو که خانواده او از چین به عنوان پناهنده سیاسی به آمریکا مهاجرت کردند میگوید اختلاط فرهنگ ها در صنعت نویسندگی مهم است، به خاطر که همه نویسندگان مردان سفید پوست هستند. فستیوال سالانه کامیک کان امسال شاهد کتاب ها از فرهنگ های مختلف بود. اما اختلاط فرهنگی جا افتاده است و نویسندگان در سراسر جهان از فرهنگ های مختلف می نویسند، اما این موضوع در کتاب های کامیک منعکس ساخته نشده است. لینگ می گوید برایش بیشتر مهم است که خوانندگان کتاب های او بیشتر روی ابتکار هنری و تمرکز دارند. به نظرم اگر کار شما خوب باشد دیگر مطرح نیست که از کدام نژاد هستید، اما فکر می کنم که خوبی کتاب های کامیک این است که هیچ کس در فکر این نیست که شما کی هستید، فقط آنها می خواهند بدانند که شما چی می کنید. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. امروز در ایالات متحده آمریکا روز شکرگزاری و رخصتی عمومی است. طبق سنت دیرینه خانواده ها در این روز با پختن گوشت فیل مرغ با هم یکجا شده و از نعمات موجود شکرگزاری می کنند. رئیس جمهور ترامپ دیروز یک فیل مرغ را به مناسبت این روز در قصر سفید هم عفو کرد. در این روز شهرهای بزرگ ایالات متحده به ویژه نیویورک شاهد برگزاری مراسم خاص و رسم گذشت ها خواهد بود. و ابتکار یک خانواده آمریکایی برای ترویج و احیای رقص‌های سنتی آفریقایی توجه بسیاری را در ایالت مریلند در ایالات متحده به خود جلب کرده است. این خانواده میگویند هدف این ابتکار معرفی تنوع فرهنگ آفریقا به مخاطبین آمریکایی است. برای خانواده وان هندریک این یک فعالیت خانوادگی است. جهان در آشپزخانه در حال پختن غذا برای گروه رقص خانوادگیشان است و خواهرش آیانا هم مصروف موردوزی برای لباس‌های مخصوص رقص است. برادر و خواهرزاده آنا نیز دل نواز این گروه هستند و دختر جهان هم در این گروه می رقصد. او هنگامی که تنها 18 ماهه بود با مادرش شروع به رقصیدن کرد. همانطور که می‌بینید در این تولید خانوادگی چیزهای زیاد دخیل است و آنها زمان زیادی را برای تمرین صرف می‌کنند. این خانواده اعضای تیم رقص آفریقایی خیرخالی هستند. در زبان ولوف که زبان سنگالی است، خیرخالی به معنای خانه کودکان است. مادرکان من جامائیکایی بود. والدین جهان او را در یک مکتب رقص آفریقایی ثبت نام کردند. در آنجا او رقص آفریقایی یاد گرفت و برادران و خواهرانش نیز تشویق کرد. با گذشت زمان فرهنگ آفریقای غربی به بخشی از فرهنگ و هویت آنان بدل گشت. از زمانی که 10 ساله بودم شیفته این آله موسیقی شدم. از همان آغاز صدای دول توجه مرا به خود جلب کرد. دیالوی 13 ساله هم میگوید که رقصیدن به بهبود توانایی های اجتماعی او کمک کرده و او از لباس موسیقی یا نیز لذت میبرد. من این رقص دوست دارم. این لباس ها راحت و خوشرنگ و زیبا هستند. آرزوی خانواده وان هندریک این است که به افراد خردسال این خانواده نیز رقص آفریقای غربی یاد بدهند. آنها همچنان میخواهند که افراد بیشتر این رقص را بشناسند و این ترتیب این سنت خانوادگی تا نسل ها بعد نیز در این خانواده باقی خواهد ماند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. بخش دری در همینجا به پایان میرسه، اما همکارم سید سلیمان آشنا در نیم ساعت بعدی میزبان شماست. آشنا سر به استودیو تشریف آوردن. سلام بر شما. امیدوارم که برنامه خوب و خوش داشته باشید. من نصیحت جان تشکر زم لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان په اړه د نړۍ مهم خبرونه لرو، خو هغه د مهم راپورونو لنډیز باول واورئ. افغان مقامات د وسلوالو مخالفینو نه د سولې د پاره د جدي